چطورین؟ با یه قسمت دیگه از آموزش های صفر تا سه چرم دوزی با سارا در خدمتتون هستم. تو این قسمت الگوی کیف چلتیکمون رو میخوام بهتون بدم که بهتون گفته بودم که چلتیک صفر تا سهش رو بهتون آموزش میدم و 3 ماه زمان گذاشتم تا تموم شد و الانم آماده شده ویدیوش و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. دیگه من قسمت ها رو اعلام نمی کنم که قسمت فلان و اینا، چون نمیدونم کدوم ویدیو رو میتونم پخش کنم و ترتیب کدوم ویدیو، یعنی کدوم اول باشه کدوم بعد باشه. همین دیگه قسمت ها رو نمیگم، ولی رو کاور ویدیو ها می نویسم. خب الگو رو کامل بهتون گفتم. این الگو 4 تا قطعه داره که این قطعه اصلیمون هستش و اینا هم قطعات فرعی هستش. از این 2 تا رو آستر برش میزنین، 2 تا روی چرم که روی چرمتون همون چلتیک هست، یعنی باید شما به اندازه این، به اندازه این عبادی که بهتون دادم چلتیک رو در بیارین و چلتیک رو بکشین، یعنی به هم دیگه بچسبونین. این قطعات هم این دوتا برای سجاف کار هست که میخوره داخل کار و اینم قسمتی هست که میخوره اینجا پایین کار و برای زیپ هستش و اینم برای حالا دیزاین کنار کار هستش که کار قشنگ و شیکی رو بهتون بده. تقریبا یه 22 سانتیمتر زیپ لازم داره و حدوداً حالا اگر بخوام چرم کامل بگیریم، چلتیکه نگیریم، حدودا تقریبا 5 فوت چرم لازم داره با دسته، حالا همیشه حدودا 5 فوت چرم لازم داره، حدودا 5 فوت چرم لازم داره و اینکه 2 تا حلقه 3 سانتیمتر، حلقه حالا مستطیل یا دایره فرقی نمی کنه، ولی 3 سانتیمتر باشه حلقتون، 3.5 هم میتونیم بگیریم حلقه و اینکه تقریبا نخم خیلی زیاد لازم داری. نمیتونم متراش بهتون بدم چون من تقریبا میشه گفت یه شاید 50-60 متری نخ برده باشه، شایدم بیشتر. و پرچ درو هم لازم دارین برای قطعاتی که بخواییم به همدیگه بچسبونین، یه سری قطعات و یه تیکه آستر هم لازم دارین که حالا من تو این کیف نشونتون میدم. این آستر لازم دارین برای این لبه کار، آستر هم البته برای داخل کار هم لازم دارین. پرچایی هم که میگم برای اینجا هست، هر کدوم 5 تا این ور پرچ برده، 5 تا هم این ور پرچ برده. یه دونه سرزیپ میخواین، استاپر زیپ که استاپر هم توضیح دادم براتون، تقریبا همه چیز رو گفتم. آها، یه زیپ چیزم برای داخلش لازم داریم که زیپ مخفی داشته باشه داخل کار. تقریبا همه چیز رو گفتم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایب یادتون نره. همینجور که من به شما انرژی مثبت میدم، شما این انرژی مثبت رو به من برگردونین. لایک ها، کامنت ها و تمام تعاملی که تو کانال من و پیج من انجام میدین من میبینم و در اسرع وقت بهش جواب میدم. امیدوارم که لذت ببرین از این قسمت. خدایا رو نگهدارتون. اومدم الگوی این کیف چلتیکمون رو بهتون بگم. یه 2 تا کاغذ، حالا من 2 تا آسه هستش در واقع، به هم دیگه چسبوندم که بتونم این کیف رو بکشم. خب چون محیطی که داره بزرگه، برای همین بهتره که رو فضای بزرگ کشیده بشه. خب 25 سانتیمتر از قسمت بالا اضاف میکنیم که من اینجا 2 تا 12.5 میگیرم از این وسط که بشه 25. بعد این وسط رو 35 سانتیمتر جدا می کنیم، این 30 سانتیمتر تا اینجا، 5 سانتیمتر هم اینجا میاد پایین تر که میشه اینجا یک کار، 35 سانتیمتر اینجا، 25 سانتیمتر هم اینجا،
و اینجا رو میکشیم، این پایین رو میگیریم، 36 که میشه دو تا، ببخشید 30، بله 36 که میشه دو تا 18 سانت، 18 سانتی متر اینور و 18 سانتی متر هم اینور، پس شد 25 سانتی متر، 25 در 35 و این پایین رو هم 36، یعنی اینجا یک کار 36 سانتی متر. حالا از اینجا یک کار، از این نقطه اینجا بالا، یعنی نقطه این 25 سانتی متریه، وصل می‌کنیم به این نقطه پایین، به این شد. از این نقطه یه خط میکشیم که وصل میکنیم به اینجا یه کار. خب این برم وصل میکنیم، یه همچین زوزنقه ای رو بهمون میده. خب این زوزنقه رو با استفاده از حالا دورهاش، این قسمت ها با استفاده از گردکن میخواییم حالا تر بدیم بهش. از این قسمت 6 سانتیمتر من اینجا جدا میکنم، 6 سانتیمتر این قسمت، 6 سانتیمتر این قسمت هم 6 سانتیمتر جدا میکنیم که این وسط به دست میاد 13 سانتی متر، این وسط 13 سانتی متر به دست میاد. خب از اینجا، یعنی از وسط 6 میگیریم 3 سانتی متر، خب این 3 سانتی متر رو، این 3 سانتی متری که اینجا، از اینجا گردکن دو رو میذارم، دو این سایز دو، این رو میذارم گوشه اینجا، لب تا لب این یه انحنا میدم به اینجا. این ور رو که خط دو دادیم، یعنی دو سانتیمتر گردکن دو رو زدیم، از این ور گردکن چهار رو میزنیم که این به این صورت میاد داخل کار، یعنی چهار سانتیمتر میاد به اینجا یه کار میرسه، به اینجا کار میرسه، یعنی 4 سانتی متر میاد پایین به این حالت. مشخص هست؟ آره. این ورم همین کار رو میکنیم، این سمت رو گرد کنه دو میزنیم، و این ور رو گرد کنه 4، تا اینجا یه کار بیاد. پایان این دو قسمت که مشخص شد، یعنی این دوتا به صورت صاف این رو به هم دیگه وصل میکنیم. اینجا که بالامون که تکمیل شد، این دوتا منحنی رو که به همون داد اوکی شد، میریم قسمت پایین، گوشه ها رو گرد کنه 5 گذاشتم، اینجا یه کار رو من گرد کنه 5 گذاشتم و این انحنا رو دادم به اینجا یک کار به این صورت. اینجا هم همین جور گرد کنه 5 رو دادیم. و حالا پایین این کار، یعنی این قسمت اینجا، بعد در امتداد این هلالی که دادیم یه هلال دیگه بیاد که این پایین به این صورت صاف نباشه، یه انحنای کوچولو داشته باشه، که من اینجا رو دو سانتی متر میام، دو سانتی متر نه، یک سانتی متر، یک و نیم سانتی متر میام پایین، این قسمت یک و نیم سانتی متر میام پایین که این رو امتداد بدم به این حالت، به این حالت این رو امتداد میدیم که این کف اینجامون صاف نباشه، یه حالت چیز داشته باشه. خب اینم از این و تقریبا میتونیم بگیم الگومون آماده است، اینم کامل کشیدیم. خب این الگوی کلی بدنمون هست که از این باید دو تا در بیاد،
یعنی دو تا به قولن چلتیکه بعد انجام بدین که پشت و روی کار میشه. دو تا از این برای چرم، دو تا هم آستر، که از این کار همین دو تا چرم و دو آستر رو در میاریم، که این دو چرم و دو آستر چرم همون که چلتیکه هست، یعنی دو تا ابعاد چرم اینقدری بعد چلتیکه بزنین به هم دیگه و بعد برش بزنین، الگوتون رو بزنین روش و برش بزنین. خب اینتون که آماده شد، یعنی الگو اصلیتون که آماده شد، میان یه دونه از این قسمت بالا که نیم دایره دارین، از قسمت بالا یه دونه اینجور چیزی رو در میارین، یعنی میذارین اینجا کارتون و دو سانتیمتر فقط میان پایین تر. اینجا یه سجافتون هست، این قسمت برای سجافه و جای زیپه که پشت کار قرار میگیره، که این قسمت کار رو کلن میپوشونه که حالا اون زیبایی خودش رو داشته باشه. پس از همین قسمت منحنی که در آوردین فقط دو سانتیمتر میایین پایین، دو سانتیمتر میایین پایین به این صورت میشه. از اینم باید دو تا در بیارین. و یه قسمت دیگه داریم که قسمت جایی هست که زیپ بهش بس میشه و سجافه، مال من یه خورده بلند بود و این رو باید حداقل از دو بغل دو سانتیمتر کوتاه کنم. حالا بهتون میگم کجای کار قرار میگیره و سایزش چقدر هست. این رو که اینجای کار گذاشتین، یعنی گذاشتین پشت کار، این هم که حالا دو سانتیمتر در بلندای اجازه بدین دو در بلندای 19 هستش، از اینم باید دو تا در بیارین. اینجای سجافتون هست، میخوره به این زیر این کار، میخوره زیر این کار و از این بغل به زیپ وصل میشه که بتونین حالا زیپ رو بزنین و کار انجام بدین. به این صورت هم وصل میشه که این زیپ وقتی برمیگرده اینجوریه، به این حالته. پس دو تا هم از این میخواین که دو سانتیمتر در 19 سانتیمتر هست که میخوره اینجای کار. تقریبا این دو تا بغل ها یه خورده آزاده که حالا راحت بتونین دست رو حرکت بدین. یه همچین حالتی هم در میارین که 3 سانتیمتر اینجا بالاش هستش در بلندای 11 سانتیمتر و حالا اینجا هم که پهنای 5 گرفتم اینجا شد 3، اینجا شد 5، اینجا هم شد 11، که این از نقطه 3 وصل میکنیم به نقطه 5 و از دوباره از این ورم به این ور و به این صورت این لوزی رو در میاریم که برای بغل کار هستش، یعنی میچسبه اینجا یک کار، این قسمت کار. پس کلن یعنی الگوی نهاییتون باید باشه این، چون من الگو رو در آوردم و گذاشتم رو مقوا، حتما بزنین رو مقوا که سفت و سخت باشه کارتون و وقتی الگو رو میکشین قشنگ در بیاد. پس این الگو 4 تا قطعه داره که این 4 تا قطعه رو باید در بیارین و بندازین رو کار که شروع کنین به انجام دادن کیفتون. در ادامه ویدیو تمام این قسمت ها رو بهتون میگم، امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین و ادامه ویدیو رو بعدم راجع به کیفای چلتیکه بهتون توضیح بدم که حالا من یه مقداری از کار رو انجام دادم. اگر یادتون باشه بهتون گفتم یه لوزی در بیارین به اندازه قطر 4 سانتیمتر در بلندای 6 سانتیمتر، هرچی بیشتر در بیارین بهتره. حالا من یه مقداری رو در آوردم که بتونم کار رو انجام بدم و اینجوری به هم دیگه بچسبونمش. پشت کارم به این صورت میشه که البته پشت کار بازی دیگه آستر یا چرم میخوره که دیگه حالا اون در آخر سر بهتون میگم به چه صورت هست. اول باید یه اندازه خیلی بزرگی رو درست کنیم که بتونیم الگو رو از روش در بیاریم. برای حالا چسبوندن این کارها، لوزیاتون که آماده شد، برای چسبوندن این کارها باید چی کار کنین؟ خط اندازتون رو تنظیم میکنین، حالا رو هر سایزی که دوست داشتین مثلا نقطه گذاریاتون باشه و اینجا نیاز دارین برای دوخت کردن اینا به خط انداز سنبه چند سر و سنبه چند سر، تخته تفلونی که قرار میگیره رو دستگاه دکمه زن و بعضی وقتا حالا چیزایی که میخوان قرار بدین، لوزیایی که میخوان قرار بدین، میبینین یه خورده
خطا داره، بزرگ و کوچیکی داره یا مثلا چیز داره، خیلی راحت با خطکش بعد اون خطاها رو بگیرید. حالا چجوری بعد ما این نقطه گذاری ها رو انجام بدیم؟ چرا میگم خط انداز؟ چون خط انداز خیلی راحت براتون بغل های کار رو خط میندازه، به این صورت خط رو براتون بغل کار میندازه و شما خیلی راحت و تمیز میتونین روی این خطا نقطه گذاریاتون رو انجام بدین. ببینین الان یه خطایی رو اینجا انداخته و خیلی راحت میتونین روی این خطا نقطه گذاریاتون رو انجام بدین. حتما خیلی سوال کرده بودن که این سنبمون خیلی کم دوامه، یعنی زود خراب میشه این سنبه، بعد زیرش رو حداقل این کارت ها بذارین که هم سوراخاتون قشنگ در بیاد. حالا بهتون نشون میدم که پشت سوراخاتون هم چجوری در میاد. هم سوراخاتون قشنگ در بیاد، همین که عمر سنبه چند سالتون بیشتر باشه. این سوراخ رو الان من انجام دادم و حالا میخوام یه تیکه که حالا از قبل آماده کردم، این تیکه رو بچسبونم به این قسمت. حالا برای قسمت دوختش میخوام بهتون بگم که چی کار بکنیم. این دوخت ضربه دری که میخواین اینجوری رو کار برین یه قلق داره که باید اون رو حتما رعایت کنین، که اگر این رو رعایت نکنین اصلا دوخت ضربه دریتون اینجوری ضربه دری قشنگ نمیشه. خب ببینین، من این رو میذارم کنار این کار به این صورت، میذارم کنار این کار، این سوراخ رو الان اینجا سوراخی که این بالا هست این رو دوخت میکنم به صورت ضربه دری میره، یعنی الان اینجا یه دونه سوراخ داره ول میشه، این پایین یه دونه سوراخ داره ول میشه و اینجوری به صورت ضربه دری من این دوخت رو میرم تا بالا. بالا بعد یه دونه این بر بمونه، این بر که اومد بیرون یعنی سوزنتون باید رو به بیرون باشه. به چه صورت الان بهتون نشون میدم. ببین به این صورت میشه، میبینین این الان از این ور صورت کجه زدیم، یه دونه نقطه اینجا ول شده، یه دونه هم اینجا الان چیز میشه. از این نقطه الان وصل میکنیم به اینجا، دوباره از اینجا وصل میکنیم به اینجا که این حالت ضربه دری رو حفظ کن. الان بهتون میگم چی جوری هست. ببینین اشتباه کنین اصلا اون چیز درست در نمیاد. اون ببینین الان دوختش چجوری شد، دقیقا این بقیه دوخت هست. خب اینجا یه کوچولو ببینین این داره اینجوری رو همدیگه قرار میگیره، ببینین یه کوچولو این پایین آبیه بلندتره که خطکش میذاریم با کاتر این قسمت آبی رو کوتاه‌تر می‌کنم. این قشنگ تو دلش جا بشه. خب بعد باز این رو ادامه میدیم. اینجا به این صورت شد، میبینین این همین جوری ادامه پیدا میکنه تا این میشه یه حالا حجم خیلی بزرگ، مثلا میرسه به 3 فوت 4 فوت 4 که حالا اون الگویی که مد نظرمون هست روش پیاده کنیم. پس اول باید این چلتیکمون رو آماده کنیم. چلتیکی که آماده شد دیگه میندازیم رو الگو و الگومون رو در میاریم. پس اولین کاری که میکنین اول لوزیا رو در بیارین که اون ابعادی که بهتون دادم 6 در 4 سانتی متر
حالا هر رنگی که دوست دارین میتونین تکرار رنگ های مثلا 3 تا رنگ رو انتخاب کنین تکرار همون رنگ ها باشه. ولی خب من مشتری این رنگ ها رو انتخاب کرده بود که دارم اینها رو تکرار میکنم. پس اینها رو اول این رو انجام بدین، بعد دیگه میریم اجرا میکنیم رو الگو و بهتون یاد میدم که چجوری از این 40 تیکه ها الگو در بیارین و بسازین. اینجا آستر کیسه ای هم داریم تو این مدل. موفق و معید باشین. اینم از 40 تیکمون که دو تا من اندازه‌ای که حالا می‌خواستم در آوردم، این یه دونه، یه رجمون در واقع که من از پشت الگو روش کشیدم، این قسمت الگو روش کشیدم و این رو می‌ذاریم کنار چون از قبل کشیدم. اینم یکی دیگه‌شه که الان الگو رو می‌خوام بذاریم رو کار و بکشیم، که البته اینم از پشت کار می‌کشیم. من اینجا یه کار داخل کارم، یکی از این دوزیا مهر خودم رو داره، میخوام این بیفته داخل کار، برای همین قشنگ میندازم که حالا یا گوشه بیفته یا بیفته وسط. از اونجایی که این کیف 40 تیکه است و خب اینجاها نخ داریم و نخ به راحتی با کاتر بریده نمیشه، من این کار رو، یعنی الگو رو، با قیچی میبرم که یه خوردم اینجوری که قیچی رو باید کچ کنین که سمت کارتون رو قشنگ ببره، اون قسمت هایی که مد نظرتون هست و همینجور که دارین اینها رو میبرین، این قسمت هایی که نخ داره و تو کاره و اینا، اینها رو هم چیز بزنین، فندک بزنین که بچسبن که باز نشن.